سلام، نرگس طالبی هستم، مدرس آنلاین زبانهای انگلیسی و چینی به سبک راکت، آموزش زبان در 50 روز. آموزش امروزمون در مورد این هست که چطور یه نفر رو به یه جایی، یه چیزی، یه کاری به زبان چینی دعوت کنیم. پس بریم که ببینیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب، برای اینکه خیلی خیلی بهتر یاد بگیریم با یه مثال پیش بریم. برای این مثال، من اگه بخوام شما رو دعوت کنم که فردا با هم دیگه بریم فیلم ببینیم یا حالا با هم دیگه بریم سینما، میتونم از راههایی که الان براتون میگم استفاده کنم. راه اول، نیمینگ تیا یو کونگ ما واچینگ نی چوکن دینگ. نیمینگ تیا یو کونگ ما واچینگ نی چوکن دینگ. خب، پس راه اول شد نیمینگ تیا یو کونگ ما واچینگ نی چوکن دینگ. خب، این سوال یعنی فردا آزاد هستی یا حالا زمان آزاد داری؟ دعوتت میکنم که بریم فیلم ببینیم یا به فیلم دیدن دعوتت میکنم. خب، در واقع این سوال و این راه اول از همه میاد با استفاده از اون سوالی که اول پرسیده، از طرف مقابلش میپرسه که آیا اصلا زمان کافی و آزاد داره، و بعد از اون میاد و اون رو دعوت میکنه به کاری که میخواد انجام بده. مثلا من الان اولش رو پرسیدم که زمان آزاد دارین و حالا فردا آزاد هستین، و بعد شما رو دعوت کردم که بریم با هم دیگه فیلم ببینیم. راه دوم، نیمیک تیا یو کونگ ایچی چوکن دینگ ما. نیمینگ تیا یو کونگ ایچی چوکن دینگ ما. خب، پس راه دوم شد نیمینگ تیا یو کونگ ایچی چوکن دینگ ما. نیمینگ تیا یو کونگ ایچی چوکن دینگ ما. فردا آزاد هستی که بریم سینما یا فردا آزاد هستی که بریم فیلم ببینیم؟ خب، اگه دقت کنین، این سوال و این راه هم دقیقا مثل راه قبلیه و همون معنی رو میده، اما خب به یه حالت دیگه ای گفته شده. سه، watching Nick and Dean Zemayang. watching Nick and Dean Zemayang. خب، همونطور که دیدیم راه سوم هست watching Nick and Dean Zemayang. watching Nick and Dean Zemayang، که یعنی من به فیلم دیدن دعوتت میکنم. چطوره؟ یا حالا همینطوره که مثلا ما خودمون توی زبان فارسی میگیم که مثلا من دعوتت میکنم که فیلم ببینیم، نظرت چیه؟ چطوره؟ چهار، وامینگ تیان چینگ نیکن دینگ زمیانگ. وامینگ تیان چینگ نیکن دینگ زمیانگ. خب، راه چهارم، وامینگ تیان چینگ نیکن دینگ زمیانگ. وامینگ تیان چینگ نیکن دینگ زمیانگ. اگه دقت کنین، این سوال و این راه هم دقیقا مثل سوال راه قبلیه. تنها فرقش اینه که کلمه مینگ تیان به معنای فردا بهش اضافه شده و اومده و یه زمان خاص رو بهش اضافه کرده و شده من دعوتت میکنم که فردا فیلم ببینیم. چطوره؟ 5. watching Nick and Dang. watching Nick and Dang. خب، راه پنجم هم هست watching Nick and Dang. watching Nick and Dang. من به فیلم دیدن دعوتت میکنم به همین راحتی و سادگی و کوتاهی. و راه ششم و آخری، نیمینگ تیان شینگ بوشینگ چوکن دینگ. نیمینگ تیان شینگ بوشینگ چوکن دینگ. سوال آخر و ششمی، نیمینگ تیان شینگ بوشینگ چوکن دینگ. نیمینگ تیان شینگ بوشینگ چوکن دینگ. میخوای فردا بریم فیلم ببینیم؟ که هم حالت پیشنهاد داره و هم حالت دعوت کردن. خب دوستان، نکته آموزنده‌ای که اینجا هست اینه که اگه شما بخواید حالا یه نفر رو به یه کار دیگه، یه چیز دیگه، یه مکان دیگه دعوت کنین، کافیه اون کار، چیز، مکان، هر چیزی که هست رو جایگزین کندینگ بکنین. یا اگه یه روز دیگه ای مد نظرتونه یا حالا یه زمان دیگه ای مد نظرتونه، کافیه اون رو جایگزین مینگ تیان بکنین. و دوستان، امیدوارم که لذت برده باشید و یاد گرفته باشید. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما به آدرس زیر مراجعه کنید. آموزش رایگان زبان های انگلیسی، عربی، ترکی، روسی، چینی، اسپانیایی و آلمانی. روز خوش.